خامنهای برای توقف قیام مردم ایران تلاش کرد که مانع رادیکالیزه شدن و گسترش آتش بشه و برای تحقق این کار علاوه بر سرکوب به کمک استعمار و جریانات انحرافی همه تلاش خودش رو به کار گرفت تا مانع پیوند نیروهای شورشگر قیام با مقاومت سراسری به مسابه تنها پرکمدار آتش و مبارزه قهرامیز برای سرنگونی رژیم بشه برای پاسخ به سوالاتی از همین قبیل که تاثیر سرکوب روی قیام و نقش همین شاهپرستان و اصلاحاتی که در انحراف قیام حضور پررنگی داشتن در خدمت دکتر صادق پشفروش هستیم تا به این موضوعات بیشتر پاسخ بدیم درود بر شما آقای دکتر صادق عزیز و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بله اجازه بدید مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی برای بینندگان و شما و در خدمت شما هستم برای پاسخگویی به سوالات برنامه امروز بله بسیار ممنونیم از حضورتون دکتر خب یکی از موضوعاتی که در مورد قیام 1401 همچنان مطرح میشه اینه که خامنه با سرکوب تونسته مانع ادامه قیام بشه سوالم اینه که تاثیر سرکوب واقعا در این قیام سراسری چگونه بود و آیا خامنه ای واقعا تونست با سرکوب این قیام رو خاموش کنه بله اگر ما روند در واقع قیام هفت ماهه اخیر رو که در واقع از 25 شهریور شروع شد ما نگاهی بهش بندازیم میبینیم که در واقع خامنه ای برای خاموش کردن این قیام با تمام قوا وارد شد و تمام امکانات سرکوب رو به کار گرفت و هر کاری که فکر می کرد می تونه با اون قیام رو خاموش کنه رو به کار گرفت ولی ما می دیدیم که علا رقم دستگیری های گسترده و سرکوب گسترده و حضور نیروهای رژیم ولی باز دیدیم که قیام هر روز اوج می گرفت و جلو میرفت و بنابراین میخوام بگم که سرکوب عامل اصلی و عامل عمده در توقف قیام ها نبود یعنی در واقع خامنی به خوبی تجربه سال 98 رو داشت و می دونست که شرایط انفجاری جامعه به صورتی نیست که بتونه با کشتار این جامعه رو خاموش کنه و بلکه کشتاری مشابه سال 98 باعث رادیکالیزه شدن و بردن قیام به سمت چپ و هرچه توفند شدن قیام میشه بنابراین بسیار محتاط وارد شد و بسیار با حساب شدگی وارد شد و اساسا تمرکز رو روی دستگیری در نیروهای شرکت کننده در قیام و مردمی که برای خواسته هاشون به خیابون اومده بودن وارد شد و دستگیری های گسترده که سی هزار نفر و به قولی تا هشتاد هزار نفر و بلکه بیشتر رو دستگیر کرد اما یک عامل دیگه هم خامنه این بار به کار گرفت و اون هم تهدید و تدمیع عناصر مؤثر و سران اخشاری که در قیام شرکت داشتن به طوری که به این ترتیب بتونه در استانهایی که بسیار ملتهب بودند به این صورت قیام رو در واقع فروکش کنه و با تهدید و تطمیع این افراد بنابراین باز هم میشه گفت که سرکوب دلیل عمده خاموش کردن قیام نبود البته خوب اشاره کنم که خامنه ای تو سخنرانی ابتدای سالش اومد گفت که این با سیلی ما تونستیم این اختشاشگران رو به گفته خودش ما خاموش کنیم در صورتی که به این صورت نبود اساسا سرکوب عامل توقف قیام نبود و اگر و اگر نقش امدادرسانی این رسانه های استعماری و باند شاه پرستان نبود که اینها با تمام قوا برای انحراف قیام وارد شدن طبعا مسیر آتش و رادیکالیز شدن به پیش میرفت و دستگاه سرکوب در واقع خامنی نمیتونست این قیام رو خاموش کنه بله دو تا ساده خب شما مطرح کردید اگر قیام این قیام از مسیر منحرف نمیشد خب دستگاه خامنه‌ای هم قادر به خب هرچی تلاش کرد قادر به اون نبود که توی صحبت شما که بخواد این رو به اون شکلی که میخواد مهار کنه و صحبت از یک جریان هایی شد که جدا از سرکو تاثیر بسیار زیادی گذاشت روی روند آتشگشایی و مسیری که انقلابی رو میرفتن چه جرا... اینا چه جریان هایی هستن که باعث انحراف انحراف کشیدن این انقلاب یا به مردم انقلاب نوین 1401 که همچنان ادامه داره میبینیم در شهر ایران ولی تاثیرگذاری اینها چه بود بلد. این افراد این نیروها ما پا به پای اوجگیری قیام در ماهای بعد از شروع ما با ظهور باند شاهپرستان و جریانات استعماری که در واقع پشت اینها بودن مواجه بودیم که اینا تحت عنوان اپوزیسیون حکومت و اینکه اینها هم در واقع خواهان در واقع سرنگونی این نظام حسن به ظاهر وارد شدن و فرصت طلبان خودشون رو سوار قطار قیام کردن قطاری که با سرعت داشت به جلو میرفت و میرفت که این رژیم رو در واقع با آتش با رادیکالیسم در واقع به دره سرنگونی ببره ولی میبینیم که با تبلیغات گسترده مافیایی و استعماری خودشون در واقع باعث توقف شدن و اونها در واقع اصلیشون هم همین توقف و همین قطار قیام همین جریان قیامی بود که به سرعت داشت به جلو میرفت و در مقابل اون پرچم زلت خشونت پرهیزی و بیهزینگی و خانه نشینی و اینکه این نظام خودش روزی در واقع فرو خواهد پاشید و سرنگون خواهد شد و باید منتظر باشیم تا اون روز فرا برسه و اونها و رسانه های فارسی زبان که در اختیار داشتن مستمر در این بوق میدمیدن و فضای مسمومی رو در جامعه بر ضد این جریان قیام که میرفت که این نظام رو سرنگون کنه ایجاد کردند در مقابلش اون شعار رادیکالی که وجود داشت که مرگ بر خامنی اینها هم شعارهای انحرافی خودشون رو برجسته کردند که همین باعث کند شدن و توقف قیام شد و دیدیم که در مقابل اون کانونهای شورشی و نیروهای شورشگر تلاش میکردن با آتش بالا و در مقابل این قیام در مقابل نیروهای سرکوبگری که در قیام وجود داشتن و می اومدن به برای اینکه حافظان این نظام باشن ولی این شارهای انحرافی امداد رسان همین نیروهای سرکوبگر شدن و در واقع این خیانتی آشکار بود به مردم در این مرحله از نوردشون با این نظام سرکوبگر و نقش اصلی رو در توقف در واقع قیام داشتن بله با توجه به نیروهای انحرافی و سرکوبی که خب نکاتی که بهش اشاره کردیم آیا رژیم میتونه در توقف قیام موفق بشه؟ بله خب برای اینکه به این سال پاسخ بدیم باید مقدمتا به این پاسخ داد که آیا رژیم توانسته و آیا خواهد تونست که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه ایران باشه و آیا تا به حال تونسته که مشکلات زیرساختی مردم رو که به خاطر اون به میدان اومدن رو پاسخ بده و مسائل اونها رو تامین کنه خب پاسخ وقتی که منفیه بنابراین رژیم نمیتونه بر این قیام فائق بیاد و در واقع نمیشه گفت که این قیام به انتها رسیده نخیر این قیام آتش زیر خاکستر است و هر روز و هر جا و هر لحظه ای از یک نقطه ای می بینیم که شعله میشه بنابر این این رژیم هیچ برون رفت استراتژیکی نداره هیچ گریزی از سرنگونی محتوم نداره و باید منتظر قیامی توفنده دیگر باشیم که این رژیم رو سرنگون کنه خب بنابراین وقتی که این خواست ها برآورده نمیشه پس زمینه های قیام کماکان وجود داره پس بنابراین میبینیم که این سرنگونی بعد از یک سلسله از قیام ها محقق خواهد شد و هر بار هم دیدیم به مدار عالیتر و کیفیتری در واقع بالاتر رفته و این رو هم دیدیم که هیچگاه دستگاه سرکوب خامنه ای قادر به منکوب کردن و خاموش کردن در واقع قیام نبوده و نتونسته که قیام رو به هیچ طریقی خاموش کنه به عنوان مثال سال 96 وقتی که اثر گذرونده شد قیام سال 96 قیام 98 رو که در مداری بالاتر بود به دنبال داشت قیام 98 وقتی با سرکوب 1500 شهید قیام خاموش شد ما دیدیم که قیامی بالاتر در 401 که در امتدادش در 402 هستیم ایجاد شد بنابراین هر بار شعله قیام عمیقتر و گسترده تره چون که صورت مسئله در واقع مردم که همون رسیدن به خواست آزادی و خواسته های برحقشون روی مسائل زیرساختی و اقتصادی و معیشتی خودشون هست پابرجاز حل نشده بنابراین هر لحظه باید منتظر قیامی دیگر از نقطه دیگر باشیم بله دو تا با عنوان آخرین سوال در این شرایط شرایطی که شما به خوبی تشریح کردیم، وظیفه هر ایرانی آزادیخواه چی هستش و برای شعله بر شدن قیام چه کاری باید انجام بده خب خوب, خوب سوال کنیم که به طور واقعی وحشت این رژیم وقتی که مواجه با اعتراضات مردم میشه وقتی با التهاب جامعه و قلیان جامعه مواجه میشه وحشت این رژیم از چیست؟ آیا از راه پیمای سکوت میترسه؟ آیا از بوغ زدن ماشین ها تو خیابون ها به مسابه یک نوع اعتراض یا در خانه نشستن و انتظارشون یا مثلا این شیوه هایی که الان همین خشونت پرهیزان تبلیغ میکنن در رسانه های استعمالشون مثل کوتاه کردن مو و بعضا صحنه های رقص در خیابون آیا اینها میتونه مؤثر واقع بشه آیا رژیم از این وحشت داره مطلقا هیچ وقت رژیم از نافرمانی های این چنینی وحشت و حراسی نداشته پس وحشت رژیم از چیه؟ بگذارید از زبان کارشناسان خود رژیم من از یکی از رسانه های رژیم براتون بگم رسانه روزنامه فریختگان وابسته به ولایتی که از نزدیکان خامنه اشاره میکنه و میگه مجاهدین خلق در وسط میدان بودن صحنه گردانی میکردن راه برد میدادن و عملیاتی میشد شخصیت میساختند و به چهره تبدیل میشد تقریباً همه کاره ماجرا بودن پس بنابراین میبینیم که خود رژیم داره از آن میکنه که وحشتش از چیست وحشت او از قهر و آتشه بنابراین برای اینکه این قیام به خواست مردم برسه خواستشون همون سرنگونی این نظامه باید هر روز بر آتش این قیام بیافزاییم. باید بر آتش سازمان یافته و سراسری و در همه شهرها بیافزاییم این بالاترین ضربه به حاکمیت این خامنه ایه. باید به هر صورت عناصری که مانع این قیام هستند یعنی این شاهپرستان این رسانه های استعماری و این جبهه ضد خلقی که در مقابل قیام ایستاده رو افشا کنیم و توتهای اونها رو نشر بدیم و افشا بکنیم این جریان قصدش در واقع ایستادن در مقابل خواسته های مردم و همسویی با این نظام پلیده و نشون داد که بعد از 44 سال اونی که هماورد این نظام هست همون در واقع نیروی مقاومتیه که خواست اصلی سرنگونی تام تمام این رژیمه همون کانون های شورشیه که الان در صحنه هر روز مراکز سرکوب این نظام پلید رو با آتش میکشن بنابراین با استفاده از تجربیات گرانبار 401 بریم و حفره ها و کمبودهای سال گذشته رو پر کنیم آماده بشیم برای سال 402 که اکنون وارد شدیم و بسیج بدیم همه نیروهایی که خواهان سرنگونی این نظام هستند و افشا بکنیم آنانی که در واقع به طور واقعی همسو با رژیم قصد سرنگونی ندارند بلکه خواهان توقف قیام هستند بدون شک سال 402 سال پایانی عمر این نظام پلید خواهد بود بله ممنون از شما دکتر صادق عزیز به خاطر توضیحات مفیدی که در رابطه با قیام مردم ایران دادید و اینکه در این برنامه همراه ما بودید ممنون از شما. با تشکر از شما